سلام بر شما در این فراخبر. تب و تاب تلاش های بیرونی برای حل چالش های سیاسی افغانستان تا دیدار هیئت حکومت سرپرست با افغان ها در بیرون از کشور. هیئت افغان بر ریاست سرپرست وزارت دفاع کشور و انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی با شماری از افغان ها در امارات متحده عربی دیدار کردند. چرا امارات متحده عربی؟ اهمیت این سفر چیست؟ روی کدام موارد رایزنی می شود؟ چرا با وجود تلاش های زیاد چالش های سیاسی و اقتصادی در برابر افغانستان هنوز هم پا برجاست؟ اینجا در فراخبر. مهمانان شریک در این بحث جناب سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری مردم افغانستان اینجا در کنار ما هستند و آقای دکتر آصف صدیقی با اون پیشین مجلس سنا با ما وصل هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. آقای پیگیر، خب از این سفر بگوین، تحلیل شما چی است؟ سلام خدمت شما سپیر صاحب عزیز، صدیقی صاحب گرامی و بینندگان عزیز تلونیوس. سلام. ببینید سپیر صاحب عزیز، ما 43 سال است که سرگردان هستیم با کشورهای مختلف، نه آسیا مان، نه همسایه مان، نه اروپا مان، نه امریکا مان، دنبال کلید هستیم، نابینا هستیم، در مجموع همه ما راگم هستیم، رهبرای ما نابینا بودن، خداوند تا نمی دیدن، فقط و فقط دلار و کلدار و دینار و پوند و هیرو رو می دیدن. مردم ما هم نابینا بودن و هستن، اونا هم فقط هنمو رهبرها رو می دیدن. حضرده نشین، ما خودت هم نابینا هستیم، هر روز در این رسانه هستیم ولی هیچ وقت نمی بینیم کسی هست که صدای ما را بشنوه، کسی هست که ما را ببینه. بنان دی ملک نابیناها هستیم، کلیدی جز ما سرگردان هستیم. یکی دبی میدوه، یکی جرمنی میدوه و یکی امریکا میدوه. چرا این گونه است آقای پیگیر؟ گفتم اول نابینا هستیم، ما رو تاریکی استیم. بله دلیل داره نابینا بودن. بر شما دلایل شما میگم، ما افغان ها یکی دیگر را گم کردیم، تاریکی روان استیم، همه چیز ببینید. ما میریم جرمنی، امریکا، دبی، قطر کلید پیدا بکنیم. 43 سال است های دی طول 43 سال کدام کشور همسایه اروپایی هم کلی اصلی را دست ما داده؟ خب کلید در کجاست؟ کلید هست، همیشه هر کسی که از اونجا آمده یک کلید سج بده، خب ولی کلید ساختگی بده، به نظر کلی شما اصلی نداده. چرا پیدا نمیشه در حالی که اینجاست؟ ببینید ما نمیخواییم، گفتم نه تاریکی است و هیچ کس کوشش هم نمیکنه که کلید داخل افغانستان. ببینید ما چند دلیل منطقی به این خاطر میگم، ببینید هر کشوری که دوج میزبان افغان ها میشه اونا فرمایش خود دارن. بله شما شنیدین افشا شد در فای سفیر ایران که آیا دو یک حرفش به نفع مردم افغانستان بود؟ همه دنبال منافع کشور خود است و باید باشن، ما واره ملامت نمی کنیم، ولی تنها افغان هاست که دنبال منافع پاکستان، دنبال منافع ایران، دنبال منافع دبی، دنبال منافع قطر، دنبال منافع امریکا و اروپا است. و هیچ ظاهرا هیچ درسی هم به اساس تحلیل شما کرده سال است. گرفته نمیشه. 43 سال است که ما این کلید میپالیم و میفهمیم که کلید در خانه ماست، ما این باید از خانه خود پیدا کنیم، ولی بدبختانه که سرگردان و ملکای بیگانه روان استیم و به هر کس وزر میکنیم که یک کلیبتی که حل مشکل مردم افغانستان باشه. بسیار زیاد تشکر آقای صدیقی، سلام بر شما، شما به برنامه خوش آمدین. صحبت های آقای پیگیر شنیدین. شما میدانین افغانستان با بحران سیاسی و اقتصادی روبرو شده، در واقع با جهان درگیر است و هر روز اعلامیه است و واکنش است از هر دو طرف. حالا سفر سرپرست وزارت دفاع به امارات متحده عربی و انس حقانی
شما به چه نتیجه میرسید تا این جای کار؟ تحلیل شما از کدام زاویه است؟ شرایط فعلی افغانستان چگونه دیده میشه؟ عرض احترام میکنم سپاس به شما و رئیس و همکاران تکنیکی شما و همچنان بیننده های تلویزیون طلوع تلویزیون تمام کشور و خارج از کشور. بعد از عرض سلام، رئیس مسائلی که شرکت تو اندازه زیاد با نظرات و موافق هستم و واقعا وقتار دردایی است که همه ملت میگن، ولی موضوع اساسی مهم به نظر من است که چند مسائل چند موضوع تا باید اشاره کرده باشیم. بله، یه است که مشوره ما با طالبا من حیث یک افغان، من حیث که یک چند وقت در زمان در سیاست بودیم، دخیل بودیم، در اولین نظام بودیم، مشوره ما با طالبا است که هر زمانی که شما از جای یک سفر می داشته باشین، اصول می است که دوباره باید که سفرهای خود جزئیات با ملت شریک بکنیم. یک طرف قضیه که موضوع مهم است، ولی متاسفانه ما شما شاهد حال هستیم که اکثرا سفرهای صورت می گیرد برعکس حکومت جمهوریت، اینا قطعا سفرها را شریک نمی کند. یک مایوسی برای ملت است و ملت هم نمی فهمند که روی چه مسائل بحث صورت گرفت. مسائل چند مسائل عمده دیگه است که من اشاره بکنم. دو موضوع بسیار مهم است. اونی است که اگر شما در ایران بوده باشید، در عین وقت در چند ماه میشد که شاه ظفیر امریکا برای افغانستان که در قطر از اونا با همچنان با دیگر دوستان امریکایی اونا ملاقات های مختلف با سیاسون افغانستان در این زمان داشتن که من در دخیل هستم و در جریان هستم در تمام مسائل به خاطر همه شمول بودن نظام و در ببینید در عین وقت ملای یعقوب مجاهد سفرشان به امارات به اندازه من فکر بکنم که این سفر همون سفر شاید بوده باشه که چند مدت زمان قبل مقامات امریکایی در دبی و در استانبول حتی هفته قبل در دوشنبه با سیاسون افغانستان ملاقات های داشتن. من فکر بکنم که مسائل گرفته با اونا هم شریک بکنن، یک طرف قضیه. و مسائل عمده دیگه ای است که کشورهای عربی فعلا با طالبا، البته ما هم میدانیم که یک آدرسی که به خاطر لابی کردنشان از امارات متحده و قطر است اینا به خاطر حاکمیت فیدشان چطور بتانند با جامعه جهانی از یاد رست لابی بکنم. خوب است، ما موافق هستیم، خوش هستیم که لابی کرده باشند، ولی مهمی است که گپایی که ملت میگن و مشکلاتی که ملت دارن و ای اگر گفتن شود یک طرفه بوده باشد، من فکر بکنم که جای نخواد گرفت. و موضوع مهمی دیگه که است که مسئله جلب توجه سرمایه دارای ما شما هستن که تجاره ما اکثرا و کشورهای عربی امارات هستن، ولی ما یک موضوع را باید در نظر داشته باشیم و طالبا هم این موضوع را باید پی برده باشن تا زمانی که جامعه جهانی به اینا برای رسمیت شناختن از اینا اقدام نکنن. هیچ وقت تجار همان نیست یک کشور سرمایه گذاری بکنه به خاطر که مشکل بانکی و در پالی از هر لحظه احساس خطر است. نمیخوایم که ما با این مشکل جدی خود مواجه بکنن. بله. و دیگه قسمت مشوره ما به طالبایی است که در کل در مجموع شما کوشش بکنید که به آزادی بیان احترام گذاشته شد و به حقوق شهروندای ما زمینه تحصیل در باز نبودن مکاتب دخترها و همچنان احترام گذاشتن به تمام اقوام افغانستان، تمام اقوام افغانستان باید خود تصویر افغانستان ببینن. ولی متاسفانه ما میبینیم که امروز هم چیز وجود ندارد و اگر به شکل ادعا پیدا کند مشاره ما و حکومت طالبایی است با حکومت فعلی از اینایی است که اگر شما به این شکل روان بوده باشین، نیر شما باور داشته باشین که مثل که قبلا شما یک دارد امید افغانستان بودین، ولی از او بدتر اگر برخورد کرده باشین و فعلا متاسفانه که روان است. نظر دوستانی ما با شما این خواهد باشد که به این شکل که شما روان هستین، نیر شما باید داشته باشین که برای ملت قابل قبول نخواهد باشد و خود به خود شما با مشکل مواجه میشین و فعلا هم با مشکل جدی مواجه هستین و ملت ما ببینید که امروز در بدترین حالت مشکلات جنجال را سپری میکنن و همچنان و افغانستان در قدیمان حالت شده که با اونا یک فکر میکنن که ما در یک بندی خانه داخل خانه خود ما به احساس بندی بودا نمیکنن. کدرهای ما از کشور فرار میکنن، سرمایه از کشور فرار میکنن، ملت ما احساس نمیکنه که کشور ما چی خواهد شد. این گفایی از مسئولین طالب اگر میخوان که با وقت از درد ملت به مردم رسیدگی کنه باشد، بگذارن مطبوعات بگذارن که واقعتا از مطبوعات پل ارتباطی بین ملت و حاکم فعلی است. اگر ما میخوان که با واقعت
از میخوان که نظام پایدار در افغانستان داشته باشن، بگذارن مطبوعات که واقعات را از شما به ملت انتقال بده، از ملت به شما انتقال بده. انتقال ها همیشه اصلاحات به میان میاره. هیچ وقت انتقاد ها ما باید این فکر نکنیم که همیشه انتقاد سبب بدبختی نظام ها میشه. نه خیر، ببینید در جامعه غرب می شما امروز چقدر انتقاد ها وجود داره، ولی هنوز هم حکومت هایشان پاورجاست و قوی تر و مستحکم تر میشن. حکومت ها همیشه متوجه خلا میشن. زمانی که من متوجه خلا نشده باشم، چطور من از کدام طریق من متوجه شدم که من یک قسمت خلا دارم؟ ملت من به خاطر ملت بالای ملت میخوام که حاکمیت بکنم، حاکم باشم. پس نیاز ازی است که ما باید که از ملت بشنوم. چه قسم بشنوم؟ باید از طریق مطبوعات بشنوم. بله آقای صدیق، برایند این چنین سفرها میتونه مؤثر باشه و همون بحث تعامل، بحث به رسمیت شناسی، بحث این که بحران سیاسی و اقتصادی افغانستان را حل بکنه میتونه در کوتاه مدت نتیجه داشته باشه؟ اینجا دو مسئله میخوایم اشاره داشته باشیم. یک موضوع مهمی است که یک آدرس خوب است، امیدوار هستیم که طالبا بتانن هم در کشورهای عربی هم در امارات و هم در قطر برای خود لابی کرده باشند، با جامعه جهانی، با سفیرهایش، با نمایندههایش ملاقات های داشته باشند. این گپ خوب است که بحث ها صورت میگیرن، ولی گپ مهم اساسی است. موضوع دوم مهمی است که چطور جامعه جهانی بالای ما اعتماد کرده باشه، بالای تو چطور اعتماد بکند که مثلا گپایی که میگی در عمل چیز دیگه وجود داره. ما از آدرس مردم نشنویم، صدای رادیو تلویزیون و صدای امریکا را در افغانستان خودت مانع شدی، او را بند ساختی، صدای رادیو آزادی را بند ساختی، صدای خبری را هر روز بند می سازی. پس چطور جامعه جهانی هم توقع داری که ما را به رسمیت بشناسد، هم توقع داری که کمک بکنند؟ من مشوره ما به طالبایی است که همروزه باید که کنار بیم با جامعه جهانی، با خاطر ملت ما، با خاطر مردم ما. ما اینجا طرفدار جنگ در افغانستان نیستیم. ما از جنگ خیلی خسته هستیم. جنگ پدیده بدبختی است و همیشه متاسفانه که پروژه های کشور همسایه ما بوده که بالای ما تطبیق شده. ما همه افغان های دیگر را در آغوش بگیریم. احترام متقابل باید وجود داشته باشد و بگذاریم پشتر از ایرا چی کرد باید بخاطر ملت خود همین کار را باید بکنیم. بسیار تشکر آقای صدیقی. آقای پیگیر، در کنار صحبت های آقای صدیقی، خب منطقه سازهای ناهماهنگ نواخته تا اینجای کار، نشست های مختلف برگزار کرده، حرفای خودش زده و تا اینکه به سازمان ملل برسیم هم پیش‌شرط های خود را مطرح کرده. مجمع عمومی سازمان ملل یک پیش‌شرط بیشتر از حالا 45 ماده 48 ماده بود صادر کرد، حالا 5-6 پیش شرطش درشت بود، ولی اینجا حکومت سرپرست میگه تمام شرایط تغییر کرده و در واقع تکمیل شده. مثلا رئیس کمیسیون تماس با شخصیت ها میگه که نیاز به گفتمان ملی در کشور نیست و شما صداهای را میشنوین که در مورد گفتمان ملی سخن زده میشه. برمیگردیم به صحبت های شما که کلید بر دست خود ماست ولی نمیبینیم، که نمیخوایم ببینیم، که حالا توضیح بدین چطور میشه از این وضعیت گذشت، به نقطه مطلوب رسید، با دنیا به یک تعامل خوب رسید. سپر شو گرامی، ببینین آیت که در دبی رفته با تجاران ملی دیده، فکر بکنین که همون تجارای ملی حاضر از بیایه، آیا پول خدا دبوجی ها بیارن و یا بانکی انتقال بدن؟ سوال است. او حرف ما معنای بسیار وسیع داره که کلی هیج است. ما همه چیز خود مانده سرگردان هستیم. تکرار میکنم. ببینید پنج کاری که برای همین کلید که پیدا شوه انجام بتن چی است؟ ببینید، اول گفتمان هر کس رد میکنه او میخواید در افغانستان جنگ دوباره شروع شود و دوام بکنه. گفتمان، ببینید در کشورهایی که صلح دائمی است بر همیشه، های اونا بین خود گفتمان ندارن که داره. کشور ما که 43 سال است که جنگ است، های ضرورت به گفتمان سیاسی نیست؟
که هست این رو همگی امو فرد که میگه گفتم آن ضرورت نیست او رو به گوشت پوست اونا درک میکنن که ضرورت است. پس اگر ضرورت نیست به گفتمان به هیچ حرف پس سفرها به خاطر چیز هر واده که ما هیچه افغانها بین خود ششتیم مشکلات خود حل کردیم بدون خارجی ها. بله. امی مشکلات چی هست؟ چقدر کار مانده؟ بسیار کار مانده. ببینید امی جلسات را که در خارج میشه در کشور که شده در مسکو شده، در واشنگتن شده، در دبی شده، در اسلام آباد شده، در تهران شده اون رو سه چهار موضوع از ما میخواه. ببینید مکاتب دخترها رو باید باز بکنیم ایرام عربا بیایه، پاکستانی ها بیایه، امریکایی ها بیایه باید باز بکنه. خاصان است. چرا باز نمیکنیم؟ بنون هیچ دلیل هایا این به گفتمان با امرای امارات متحده عربی هی سوال ما حل میشه که نمیشه هی باید خود ما حل بکنیم. موضوع حق کار به خانم ها ما نیم تنه خود فلج کردیم 50% نفوس خود فلج کردیم آیا یا میشه که در خارج فیصله شود یا ما افغان ها بین خود بشینیم و یا فرمایش های میشه حکومت همه شمول ما چرا تلاش نمی کنیم که یک قانون اساسی را پاس بکنیم که مطابق از قانون یک حکومت به چرا این کار را نمی کنیم؟ خب چطور میشه زمین سازی شد برای این کار؟ مثلا از کجا باید اقدامات شروع شد؟ مثلا این زمینه مساعد هست سپیر صاحب دیگه شما چگونه زمینه را میخواهید مساعد باشه؟ آیا با مکاتب دخترها شما چی میخواهید؟ هیچ مانعی وجود نداره. هیچ نوع مانعی. ببینید باز میگویم باز تکرار میکنم سپیر صاحب همین حرفایی که مطابق دین مبین اسلام و عنعنات افغانی ما باشه ما چرا نکنیم این کار؟ چرا نکنیم؟ یک بار بسنجیم آیا دمی کارها که ما بکنیم افغانها یک وحدت داشته باشند افغانها همه چیزشان ساخت خودشان باشه هدف ما از حکومت هاست ببینید 43 سال حکومت هایی که در خارج جور شده و یا از طریق خارجی ها اینا امایه می شدن همهش ناکام بده پس بیاین بشینیم بین خود یک حکومت قوی را جور بکنیم امارت اسلامی افغانستان بشال کل افغان ها را گرده بین چی میخوای؟ پس این پیشنهادهایی که شما میکنین اگر رویش کار صورت نگیره پس تعاملی در کار نیست و به رسمیت شناختن در کار نیست ببینین خب اگه کارها رو ما نکنیم اول خود زیان خود ما میبینیم زیان افغان ها میبینه ببینین هر روز حالات سر ما تنگ آورده میرن نه؟ هر روز پس زیان خود ما میکنیم نه؟ این باید احساس داشته باشیم ببینیم ما چرا این کارها رو نمی کنیم و بعد از او سفرها داشته باشیم حال هیچه هست کلید ما هیچه هست من چیز زده میرم در 43 سال کلید حل مشکل افغان ها دست افغان هاست که باید پیداش بکنن و این بسیار رای آسان است به شرط که اراده داشته باشیم به شرط که ما افغان ها بخواهیم کلی آسان است همه گی میفهمند خب همه از صلح میگن همه از ببینید. وحدت و برادری میگن همه از اتحاد و اتفاق آزرده نشین خب دی 43 سالی حرفا رو شنیده ظاهرا مردم که میبینیم خسته شده هم ما خسته شدیم هم مردم هم شما هم امارت اسلامی هم تمام مردم افغانستان خسته شده از حرفا پس چرا این در عمل پیدا نمیکنیم وحدت دهی نمیشه که در شهار که ما صرف ما وحدت میخواهیم ما وحدت اینه باید در عمل پیاده بکنیم وحدت قربانی میخواه ما حاضر شویم به یه قربانی همی که ببینید همی کشورهای جهان شما چی فکر میکنید که شو خو شدن صوبی تامیرا و فابریکا و تیاره سازی و تانک سازی و موتر سازی سوز کده نه اینجا مردمش زحمت کشیده واقعا اونا نشان دادن وحدت خوده گذشت داشتن در مقابل یکی دیگر بخشیدن یکی دیگر ما تا بالی کار کردیم ببینید
در طول 43 سال در طول می 100 سال که سه بر قدرت جه حمله کده، ما انتقام از افغانای خود گرفتیم. ما یکی دیگر را کشتیم، با کدام نام ما یکی دیگر را نکشتیم؟ با نام خلقی، پرچمی، اخوانی، طالب، جمهوریت خواه، با کدام نام ما در 43 سال یکی دیگر را نکشتیم؟ اگر کوتاه بگوین به حد پی دو جمله سه جمله چی است جنبندی شما؟ جنبندی ممیست که سفرهای خارج بلیاز خدا، خارجی ها فرمایش خدا داره. بیایی که بشینیم اینجا، در قندهار بشینیم، در کابل بشینیم، در ننگرهار بشینیم، در نورستان، در مزار، در پنشیر، در هر جای وطن حال آرامیست. بیایی که بشینیم مسائل افغانی خود هر وقت که حل کردیم، باور به خدا کنین که ظرف 24 ساعت کل جهان ما رو بر اسبت میشناسه، ولی حال ما ناخ سرگردان هستیم. باور کنین که دمی یک و نیم سال، ما 43 سال نمی دمی یک و نیم سال امارت اسلامی افغانستان چقدر سفرهای خارجی کردن، کل کلیه های مصنوی رو دستشان داده، دیگه میاین در قلف که مندازن باز نمیشه. بسیار زیاد تشکر آقای صدیقی. به جنبندی رسیدیم که با شما ختم میکنیم برنامه را، و شما چه فکر میکنین افغانستان خب با توجه به تمام تجربه های تلخ و شیرینی که گذشتانده، حالا به یک نقطه قرار دارد که با یک آزمون در برابر دنیا منطقه روبرو است، چی باید شود از دید شما؟ ببینید، مشوره ما بخاطر به طالبایی است که به خاطر ملت ما، به خاطر مردم ما، که ما نباید ملت ما نباید قربانی سیاست های ممیشه شده باشه رو باشم. مشوره ما با اونایی است که با جامعه جهانی کنار بیان و در پالی از او در بازه مقاطب و برای بروی طبقه اونا از باز بکنن، هم مکتب هم پاهنتون و احترام خاص و توجه خاص به طرف تعلیم داشته باشن و کار به اهل کار بسپارن. ما به تمام علما احترام داریم و همیشه عالم دین در افغانستان در قلب مردم جای دارد، ولی نمیشه که یک دکتر، یک انجینر که در موزرار که ملا بوده باشه ما او را در مسجد استخدام بکنیم. برعکسش، ما مشوره ما این است که در افغانستان هر کس باید کار به اهل کار سپرده شود و بگذاریم که پای تکراری که هر وقت ما انتقاد میکنیم که امان الله خان چی کرده، او تاریخ قضاوت کرده و میکند که چی کارایی کرده. ببین که در مورد ما چی قضاوت که تاریخ، همیشه گفای تکراری خود کنار بگذاریم و یک برنامه و یک پلان و یک سیستم داشته باشیم. متاسفانه که در استی خب همین قدم های بعدی، همین قدم های بعدی که شما بگین چی است اگر بشمارین؟ به نظر من قدم های بعدی چند موضوع بسیار مهم اساسی است. مشوره ما و طالبایی است اگر شما میخواین که با واقعیت در افغانستان پایدار و دامدار بانین و میخواین که در قلب مردم جای داشته باشین، چند مسئله مهم است. اول مهمی است که با آزادی بیان شما احترام بگذارین و بگذارن که ملت صدای خود از طریق مطبوعات به شما و از شما را به ملت انتقال بده، که موضوع خیلی مهم است. تا زمانی که خلاها را متوجه نبشه اصلاحات به میان نمیان. موضوع دو موضوعی است که توجه خاص به طرف تعلیم موضوع خیلی مهم است، هم به طرف به خاطر طبقه زکوه، هم به طبقه اوناست، هم به کارشان و تعلیمشان. و موضوع سوم موضوع کار به اهل کار است که متاسفانه که وجود ندارد. و موضوع چهارمی است که پلان و یک برنامه داشته باشیم، متاسفانه که وجود ندارد. موضوع پنجمی است که از گپای تکراری نظر من این است که کنار بگذاریم و انتقام را بالای احمد محمود بگذاریم، اون طرف او رو بگذاره به تاریخ که تاریخ قضاوت بکنه. و موضوع ششمی است که تاریخ قبلی که شما ببینید که ملت قضاوت کرده، شما هم از تجربه تلخی که گذشت شما هم فهمیدین که خلاها در کجا بودن. ولی اگر شما به آدرس قبلی که شما داشتین و فعلا هم ادامه پیدا کنین، من فکر بکنم که هم بر روزه هم حضبیت شما در بین مردم کم میشه و ملت در حقیقت در کل ملت ما بیشتر متضرر میشه. ولی موضوع مهم دیگه ای است که نظام همشمول، احترام گذاشتن به تمام مقام افغانستان و برگزاری انتخابات. البته این مسائل عمده اساسی است که من مشوره ما به شما این است که اگر شما میخواین که در قلب مردم جای داشته باشید، این مسائل مهمی است که باید سپاسگزارم. آقای صدیقی، آقای پیگیر، از حضورتان سپاسگزارم در این برنامه. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. شما هم سپاسگزارم. وقت بخیر.